آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از کاهش قیمت ارز در ایران خواهیم گفت تا رأی دادگاه لاهه به شکایت ایران از آمریکا. و جملات فغان برانگیز وزیر بهداشت و آقای ولایتی. سلام آقای بهنود، این داستان دلار و پایین اومدنش هم ماجرای شد، یعنی بیشتر در حال نوسان بود قیمت از 8,000-9,000 تومان تا 13,000-14,000 تومان و بعدش هم معلوم نبود بالاخره میشه فروخ نمیشه فروخ، داستان چجوریه؟ برای اون که حالا مسئله کسایی بودش که رفتن تا حالا بعضیشون زندگیشون فروختن خریدن خودشون توی قماری انداختن الان به نظر میرسه بیشتر اونا هستن، ولی یه دیش ثابت بودن که وقتی بالا میرفت خیلی ابراز ناراحتی میکردن، وقتی هم پایین اومد بازم ابراز ناراحتی میکردن. من نمیدونم چرا، بخوا چیکار کنین ارز بالا بره پایین بیاد چیکار کنه؟ اول قیمت ثابت داشته باشه ملت هم زندگیش رو کنن. شروع کنیم با روزنامه اعتماد و حرفای جنجالی وزیر بهداشت. بازم بلگه چون اول هفته بود خبر خیلی مهمتری هم نبود. اعتماد این موضوع رو معصیت های بی لذت، تیتر خوبی هم از دایم فتا زده و بعد به ماجرای اعتصاب سنگین وزن ها یعنی کامیون دارا هم اشاره میکنه. در این حال مقاله دیگه هم داشتید، مقاله هم شما از توی این شماره اعتماد پیدا کرده بودین، چی بود؟ یه چیزی بود، یه مال ظهیر موسوی، اتهام به سید کار سختی نیست. که اگه اشتباه نکنم داره اشاره میکنه به صحبت‌های نماینده جبهه پایداری جواد کریمی قدوسی، که البته توی این گزارش هیچ اشاره اسمی از آقای کریمی قدوسی نمیاد، ولی مشخصا داره میگه که حرفای جنجالی زدن، که در توییترشون ایشون نوشتن که محمد خاتمی یکی از مهره‌های برجسته فتنه 88 در آن ایام جهت جلب حمایت سعودی برای نامزدی میرحسین به ریاض می‌رود و با ملک عبدالله دیدار می‌کند. در آن جلسه عبدالله خطاب به خاتمی می‌گوید چرا ایران در منطقه و کشورهای عربی فعال است؟ می‌خواهید دست رو بدهم ایران را روی سرتان خراب کنند؟ خاتمی در پاسخ می‌گوید اعلی حضرت ها در صورت رأی آوردن ما از هر جا که بفرمایید خارج می‌شویم. و در واقع بیشتر این مقاله حول این میگذره که بگه که یک چنین چیزی از اساس وجود نداشته، غلطه، و خب نشونم میده که نویسنده مقاله به شدت طرفدار آقای خاتمی بله. و سیاست های آقای خاتمی بعد هم میدونید که خبر اومدش که آقای خاتمی شاید برای اولین باشه همچه اتفاق میفته، از ایشون شکایت کرده به خاطر همین حرف به دادگستری. فقط یه چیزی هم بگیم در مورد حرفای آقای وزیر بهداشت قبل از اینکه بریم روزنامه بعدی، اینکه ایشون هفته قبل در جواب یک پیرمردی که میگفت من نونوا هستم و زنم پول فیزیوتراپی نداره، گفت خب خودت زنتو به مال. بیچاره میگفت آقا من که متخصص نیستم و نمیتونم. این هفته هم در مورد هزینه برای افزایش عمر بیماری‌ها خاص گفتن که یه چنین چیزی در واقع غیر منطقیه و این هم باز یک جنجال‌های به راه انداخت. بریم روزنامه بعدی آرمان رو ببینیم. خب ماجرای ارز شروع شد. حباب ارز باز هم میترکد. این داره مژده میده، در حقیقت روزنامه هوادار دولته، داره میگه که این سقوطی که اتفاق افتاده با آغاز هجوم ارزهای خانگی به بازار تکرار خواهد شد و میره پایین، در حالی که روزنامه دیگه همچین نگاه قطعی ندارند و حتی روزنامه هایی هم هستن که شک میکنن به اینکه بشود بانک مرکزی بتونه این وضعیت رو، یعنی سقوط ارزش و بالا رفتن ارزش پول ملی رو حفظ کنه. اما به هر حال آرمان تیتر اول این رو دیده، غیر از اینکه چند تا مطلب هم داره راجع به جفاهایی که به تعبیر نویسندگان با آقای هاشمی شده و حرفایی که زده میشه، همزمان هم شده است با مصاحبه‌ای که خانم فائزه هاشمی کرد که اینجا تیتر اون کنار داره میبینین و که حاصلش این شده است که اول خانم فائزه هاشمی فاش کرد که او و خواهرش رو از استادی دانشگاه اخراج کردن، به فاصله یه روز هم اعلام شدش که همسر آقای قالیباف شده رئیس یکی از دانشگاه‌ها. خب بریم روزنامه بعدی، روزنامه مستقل رو ببینیم.
خب روزنامه مستقل اولا که حمله مشکوک منزل دکتر قرعوی رو مهم ده. دکتر قرعوی یکی از چهره‌های آشنای ملی مذهبی است و شناخته شده است، در اصفهان ساکن هستند ایشون، هم در اصفهان آدم شناخته شده است هم در بیرون. یه حمله ای صورت گرفته که اینکه مشکوک میخوانتش به خاطر اینکه گزارشان چون میده که موقعی که رفتن برای دستگیری ایشون، اصلا چرا رفتن دستگیری کنن؟ خب حالا ملی مذهبی ها دیگه آدم نمیپرسه چرا، بالاخره یا با هم جمع شدن چهارتاشون، یا یه کتاب نوشتن، یا یه مقاله نوشتن، یا بعضی حرف، یعنی اون دیگه انگار که عادیه. ولی اون چیزی که برای همه تعجب زده شد اینه که در مورد مرد آرامی، خیلی واقعا دکتر قرعوی آدم آرامی است، که سردبیر روزنامه یک مقاله‌ای هم نوشته اتفاقا در مورد هر مسئله اقتصادی که حرف می‌زدیم، و توی اون بدون یعنی هیچ باهایی نداده به پایین آمدن قیمت ارز، معتقد است که اقتصاد ایران وضعش خرابه. اون یا میگین که محمد نور محمدزاده نوشته؟ بله. مهدی نور محمدزاده نوشته. از فیلترینگ تلگرام شروع میکنه، بعد که در مورد برنامه های اقتصادی و که برنامه هایی که برای نرخ ارز و طلا و جلوگیری از سقوط ارزش ریال و اینا بوده، خلاصه همه اینا رو میاره. و اینکه بیشتر من فکر میکنم منظورشون اینه که دولت در همه اینا خیلی موفق نبوده دیگه. بله. خب بریم روزنامه بعدی رو ببینیم. روزنامه جوان هست. جوان دلار سقط شد. ببین اصولا وقتی که این سفر نگاه میکنین، درسته که در خبر پایین اومدن میده، سقط شد، سکته کرد، نمیدونم چه شد، اینا تیترهای مختلفی رو نقل میکنه، بعد از جمله این که میگه خبرنگار جوان تونسته که بالاخره با قیمت ارزون تری چقدر 10000 تومان بخره. خبرنگار جان نه، 10600 خرید. آره خب پس من یه کار میدانی رو هم خبر میده ازش، ولی در این حال اون آقای آل‌اسحاق گفته قیمت واقعی 7000 تومنه، به هر حال یه جوریه که معنیش اینه که حالا اگه 10000 تومنم شد خیلی راضی نشین. یه چیزی هم که به نظر من عجیب بود، تیتر کیهان بود اگه یادتون باشه، تیتری که زده بود سقوط نرخ دلار پس از شلیک موشکی که فرستادن به سوریه و حکم اعدام تعلیق FATF، یه ذره اونم تیتر عجیبی بود. برای کیهان عجیب نیستش، نه دیگه، کیهان نظرش اینه و بنابراین نمیشه تو همین مبنا رفت. شاید برای کسی که این تیترا رو میبینن یه ذره عجیب باشه. به خاطر اینکه کیهان اصولا به قول یکی از مخالفینش معتقد به اعدام درمانیه و تقریبا برای هر کاری، برای مبارزه با فساد، در مورد مواد مخدر، در مورد جای مختلف هم اینو پیشنهاد میکنه، قاطع رو میگه، بعد یواش یواش قاطع رو باز میکنه میشه اعدام. خب این شلیک موشک هم یه جور طرفدار بودن جنگ و این چیز هست دیگه. روزنامه ایران رو ببینیم که دادگاه لاهه رو نگاه کنیم. اینم بگم قبل از که برید که اون عکسی که اون بالا گذاشته، اجتماع پیشگامان خدمت به ملت در آزادی و سراسر کشور. سراسر کشورش درسته، چون موقعی که روزنامه در میاد صبح چهارشنبه روز قبلش اتفاق افتاده بود، ولی این عکسی که داریم میبینیم از میدان آزادی که به نظر میرسه خود عکس هم تلفیقی است از چند تا عکس. میدان آزادی نیست، استادیوم آزادی. ببخشید، استادیوم آزادی، بله درست گفتید. این عکس مربوط به مراسم نیست به دو دلیل. یکی اینکه اون کاملا پیداست که یک ورزش هست، یه حادثه ورزشی است، اینقدر سالن پر شده. دوم اینکه وقتی این روزنامه منتشر میشد، یعنی صبح چهارشنبه، اون اتفاق نیفتاده بود. اون اتفاق اومدن بسیجی ها در آزادی، در استادیوم آزادی قرار بودش که عصرش اتفاق افتاده افتاد. خب بریم روزنامه ایران رو ببینیم که به دادگاه لاهه پرداخته و رأی ممتاز. اصولا روزنامه های مختلف درباره این موضوع پرداختن، فقط هم روزنامه ایران نیستن، روزنامه دنیا هم بشه درباره اینکه میزان اهمیتش چقدر زیاده کمه نیست. روزنامه ایران هم حتی روزنامه طرفدار دولت مثل روزنامه ای که میبینید ادعا نکردن که حالا این یه ضربه مهمی است به آمریکا، ولی به هر حال همه با هم خبر میدن. همینقدر که امریکا اومده میگه که رأی قبول ندارم، یا اون قرارداد ازش میرم بیرون، یا اینکه از پیمان اصلا از تو دیوان لاهه، خود ایران یادش افتاده 60 سال پیش یک قرارداد مبدتی داشته. آره اینا همه نشون دهنده است. بعد روزنامه همین واکنشش، همین واکنش
مثلا گزارشی است راجع به اینکه رأی ممتاز صادر شد. در این حال یادتون باشه که قاضی ایرانی دادگاه آقای دکتر ممتاز بود که این تیتر به دو تا معنی میتونه باشه. خب بریم سراغ کارتون ها. اولی از نازنین جمشیدی هست، مثل همیشه کارتونی شلوغ و پر از تیترش هست، دیه مثل دلال. این داستان قیمت گوجه فرنگیه. از اون بالا شروع میشه، از 1500 تومان بودو حالشو ببر، بعد کیلو 2000 تومان میخرم ازت خیرشو ببینی، بعد بهترین گوجه بازار رو میدم بهت مفت 3000 تومان، 6700، 7900، خلاصه آخرش 10000 تومان. و گوجه فرنگی اعلا که دیگه مثل این که بدترین نوع گوجه فرنگیه که له و لورد شده، 25000 تومان. والا یه خبرهایی هم میومد که گویا رب یه مقداری، حالا نه این که بگیم نایاب، ولی در بعضی جاها اصلا پیدا نمیشه، قیمت گوجه فرنگی خیلی رفته بالا. اینم از خبرهای در واقع مربوط به کالاهای اساسی هفته گذشته بود. رب کالا اساسیه؟ بالاخره مردم برای مثلا هر غذای شما بخواید بپزیم رب میخواین دیگه، مگه قرمه سبزی باشه؟ باشه. تازه خیلی هم قرمه سبزی رو رب میریزن. بریم کارتون بعدی، احسان گنجی. روز سالمندان بود تو این هفته، بنابراین کشیده است که این سالمندان واقعی درباره امید به یعنی پایان عمر رو ولی با امید میبینن، با لبخند و با همدیگه گل میدن و این حرفا، ولی اون جوان نوجوان تینیجر بابت اینکه باتری موبایلشه یا آیفونشه اینقدر عصبانیه که داره زمین آسمون رو به هم میدوزه. یه جور تفاوت نسل هاست دیگه. برگزیده ها این هفته مثلث، برای مثلث الان دیگه تنها مجله به اصطلاح مورد توجه هست برای جناح اصولگرا و طبیعی است دیگه، بخاطر نشریه حزب یا جناح مخالف دولت هست، بنابراین باید هم همینطوری ببینه. محصد داره تو این صحنه که اینجا میبینیم، این هرگز اتفاق نیفتاد. خب بعد این تیتری که زده مذاکره بدون عکس یادگاری علامت سوال، مذاکره ای که صورت نگرفته، نه میگه که حالا حرف مختلف میزنه دیگه، حالا میل به مذاکره در طرفین بوده است ولی فقط حالا تا حالا عکس یادگاریشو نگرفتن. در حقیقت بیشتر به نظر میرسه اونجا آیا حسن روحانی همچنان به گفتگو با ترامپ امیدوار است، سوال کرده. بعد توضیح داده در این حال وقتی که توی مطالب میریم، این مطالب خوردریزی که معمول است در نشریات هفتگی خبری توی مثلث فراونه، جز اینکه مثلث هنوز به نظر من به عنوان بیننده عرض میکنم، مثلث هنوز به اندازه مجلاتی که گروه مقابل یعنی گروه جوانان اصلاح طلب میدن نمیتونه کیفیت جذابی برای خودش نگه داره، شاید به دلیل اینکه توی زمینهایی با اون طبقه جوان نمیتونه حرف بزنه یا با یه طبقه جوان خاصی میتونه حرف بزنه. ولی به هر حال اینکه مجله کلن مجله سیاسی است و این آخر سریاش هم یه بالا اشارات مختصری هم به چیزای دیگه ای مثل مثلا سینمای دفاع مقدس و اینها میکنه، اینم عکس جوانی آقای حاتمی کیاس و پرویز پرستویی و حتی فوتبال هم مطرح میکنه، ولی همه زیر پوشش سیاسی گمند توی مثلث. برگزیده بعدی روزنامه پیروزیه. خب این پیش بینی شما هم که نتیجه داد، پیش بینی هفته گذشتهتون پیروز شد بالاخره. من چجوری پیش بینی میکنم واقعا؟ مثلا باید کپی هم به شما بدن بابت اینکه پیش بینی کردین از پیش که پرسپولیس از صدو میبره و خب پیروزی مهمی هم بود. از این گویای چیز دارم. آره. دست میذارم گویای ولی گوی جهان بین. بعد ما به دریا حکم طوفان میدهیم. اصولا از قدیم نمیدونم این بنیان رو آقای صدرالدین الهی گذاشت، کی گذاشت، آدم هایی که هم تو ادبیات بودن هم تو ورزش کم نیستن اصولا، ولی از دوره جوانی و نوجوانی ما
کیهان ورزشی تیترای چیز داشت، تیترای اینطوری داشت. آقای بهنود هیچ وقت نشریات ادبی تیتراش اصلا قابل قیاس نیست. آره. با نشریات آره نه، این استفاده کردن از شعر و اینا و گاهی اوقات معجزه سرخ با دستهای خالی، اشاره به اینکه تیم به صورت تعدادی هم نداشته. پرسپولیس تلسپ شکن. آره، ما به دریا حکم طوفان میدهیم. بله، خب بریم مجله فیلم رو ببینیم. ببینید، در این که به این فاصله نزدیکی داریم مجله فیلم ببینیم، در این است که در فاصله یه ماه دو تا شماره در بوده که همون شماره بودش که صحبتش پرونده بود. یعنی ویژه نامه فقط آره راجع موزه سینما است. چه جالب. و این به خصوص برای ماها که از دیدن این موزه محروم مانده ایم و همه کسای دیگه هم که احیانا بردایلی محروم ماندن، خیلی شماره جالبی است. این موزه تا اونجا که من یادم موقعی که کرباسی هنوز شهردار بود و ما ایران بودیم ولی نرفتیم این موزه رو ببینیم. سال 70 نه خود به سر و پا نشد. کلیدش اون موقع خورد. یعنی موقعی بود که آقای کرباسی بود، دولت آقای خاتمی شروع به کار کرد، در اون موقع بالاخره نتیجه داد و این فهرست به خصوص یک کرونولوژی میده که اولا از موقعی که این صحبت پیش اومد که سال 73 بود چه اتفاقاتی افتاد و اسم میبره که جمال امید و محمد بهشتی و اینا همه توی کار بودن، بعد یه شورایی تشکیل شد که انتظامی و جمال امید و آقای ساعتی و بهزاد رحیمیان و امیر اثباتی توش بودن و اینا همطور موندن با این تشکیلات و اومدن رفتن، حالا چه گرفتاریای دوشه اینا سال به سال با اسامی کسایی که بودن در یه زمانی، یه کسایی مثل فردین، شادروان فردین یا آقای ناصر ملک‌مطیعی هم رفتند و خوشبخت، این خیلی خبر خوبی برای من که اونها هم اومدن و دیدن و آشنا شدن. غیر از اینکه شومپن هم از مبشه امریکایی هم یادتون یه موقع برگزارش رفت و خانم ایرن، اینا دیگه سابقه شده. علی آدمی که همه یادگارهای سینماییش اونجا هست و در مجموع میشه که گزارش آماده سازی دیدارها، کیارستمی چیکار کرده، برام بیزایی، سامر خاچکیان، اینا یه شماره بیادگار ماندنی است و خیلی آفرین. فیلم به مناسبت روز ملی سینما بود آخه هفته پیش. به این مناسبت یه شماره ویژه داده که جای تقدیرم داره چون چیزی ماندگار شد در باره موزه سینما. خب عالی، بریم اندیشه پویا شماره 53 رو ببینیم. خب خود رضا خجسته رحیمی سردبیر تشخیص داده که مهمترین موضوعی که مجله داره مصاحبه است که او کرده است با آقای کرباسچی. خواب سنگین روحانی رو از قول آقای کرباسچی داره میگه. بله، آقای کرباسچی حتی اینطور که تیتر درونی نشون میده یه ذره از این تندتره، حتی به خاطر اینکه اونجا میگه که روحانی به خواب سنگینی فرو رفته است. این نقل کرد در این گفتگو شروع میکنه، یه مقدمه نوشته رضا خجسته که در اون مقدمه اشاره میکنه به وضعیت آقای کرباسچی موقعی که انقلاب شد، تازه از زندان اومده بود بیرون ولی هنوز لباس روحانی تنش بود، یا دست کم آقای خمینی فکر میکرد لباس روحانی تنش هست. اولین حکمی که آقای خمینی داده است به ایشون، اون حکم رو بالاش نوشته حجت الاسلام به بچه 24-5 ساله. بعد ایشون رفته به احمد آقا گفته که من دیگه مدت لباس ملبس نیستم که اینا، بعد این رو برداشتن این حکم رو عوض کردن که دانشمند محترم، دانشمند محترم 25 ساله شروع کرده ساله. شروع کرده به فعالیت و بعد دیگه در فعالیت مختلف تو همون زمینه توی بیشتر تو بیت و یه جایی که ماموریت میپذیرفته بوده تا اینکه بالاخره اصفهان شلوغ میشه و ایشون رو انتخاب میکنه آقای خمینی به عنوان استاندار اصفهان. اصفهان شهر عوض شد، رودخونه شکل دیگه ای پیدا کرد، اتوبوس ها مثل اروپا سر ساعت اومدن، اینا که یواش یواش توجهی درست شد و خیلی معتقدن که مدیریت اسلامی این بود اصلا فلا اینا، یه نمونه اینطوری شد و خیلی جلوی چش اومد، به طوری که خیلی ها فکر میکنن که ایشون و معاون و شهردار اصفهان یعنی آقای ملک مدنی اینا اصفهانی هستند. خیلی ها تصور میکنه آقای کرباسچی اصفهانیه. خب برای اینکه خیلی یادم اون زمانی که میخواستن شهردار تهران بشن روی تجربیاتشون و دستاوردهای اصفهان خیلی تاکید شد. ولی خب آقای کرباسچی که تهرانیه
نمیگفتن. حالا چی رو میگن خواب سنگین روحانی؟ یعنی منظورش چیه؟ انتقادش چیه؟ حالا ایشو میگن اولا منو در از قدرت بعد از اینکه رفتیم زندان اومدیم بیرون، منو از قدرت بیرون کردن. رضا خواجه رحمانی نوشته که حالا ایشون دیگه تو بالاخره شما رفتین زندان دیگه. آره دیگه. بعد دیگه میگه حالا دیگه از قدرت بیرون، دبیرکل حزب است و حزب الان توی دولت مؤتلف دولته و آقای جهانگیری به عنوان حزب کارگزاران نایب معاون اول دولت هست، ولی آقای کروسی به دلایلی که ذکر میکنه این تو معتقده که آقای روحانی داره این فرصت از دست میده. البته نگفته نماند که آقای کروسی این انتقاد در سال 88 نسبت به آقای خاتمی هم داشت، حتی نسبت به میرحسین موسوی هم داشت. به همین جهت هم ایشون در سال 88 عملاً ستاد انتخاباتی آقای کروبی رو اداره کرد. بله. و معتقد بودش که به هر حال انتقاد داشت از اصلاح طلبا در اون دوره. غیر از اون مجله به کودتا و سید ضیاءالدین طباطبایی هم اشاراتی داره و به مسائل دیگه‌ای که خب بالاخره مجله مثل اندیشه پویا بریم مجله فرهنگ امروز رو هم ببینیم با عکس آقای مصدق روی جلد. بله، مجله که میبینید ماهنامه فرهنگ امروز دیگه یواش یواش داره جا میفته، خوبم هست به نظرم به خاطر اینکه به اصل خودش وفادار مونده. این دفعه همونطور که میبینید گفتید اصل حکایت خودش رو در مورد این مسئله پیش کشته که آیا بعضی از تفسیرهایی که مورخی میکنند و به خصوص تو نیم قرن اخیر و میگن که این پوپولیست هست بوده است آقای دکتر مصدق، دلیلش هم اینه که در مقابل یک عملگرا یا عقلگرایی مثل قوام قرار گرفته، آیا این درسته پوپولیست هست یا نیست؟ آقای ناصر چیه؟ آقای ناصر تکمیمون با سه نفر گفتگو میکنه، آقای ناصر تکمیمون، منچر آشتانی و داریوش رحمانیان، هر سه تا نظرات متفاوتی دارن درباره این قضیه. آقای رحمانیان معتقده که اصلا تاریخ جای دیو و فرشته نیست، تاریخ یه خصوصیت دیگه داره، بنابراین یه درصدی از آدم ها اینطوره یه درصدی از آدم ها اونطوره. آقای ناصر تکمیل‌بایون خیلی سفت و سخت آنچنان که پیداست پشت سر آقای دکتر مصدق ایستاده، معتقد است که نه آدم ملی است. خانم آقا جانپور دبیر پرونده مجله تیتر مطلبش زده منار جنبان سیاست ایران. حالا میتونیم سر این تیتر دعوا کنیم یا نه، ولی اجازه بدید دعوا نکنیم، بگیم که توی بخش ادبیات هم به پرونده ای باز کرده راجع به پرویز شاپور. پرویز شاپور درباره این پرونده در ذهن پرنده محبوس. آره، پرنده محبوس. ببخشید، پرواز در ذهن پرنده محبوس. آره، پرواز. نه چه قشنگه. آره، توی چیز به خاطر اینکه این درست به کاریکاتورای او میاد دیگه. که محمد محمدعلی نویسنده معروف و قصه نویس خیلی خوب درباره شاپور حرف زده است. بعضیا اظهار نظر کردن که او به قول شاملو که الان اینجا آقای سادات اشکیوری هم میگه شاعری که فوتوفن شاعری که فوتوفن شاعری رو نمیدونست، معتقدن اون کاریکاتورا شعره، در حقیقت ذات شعر، حرف درستی هم است. شاملوی موقعی ایراد گرفته بود به پرویز، در حالی که خیلی پرویز دوست داشت و یکی از بهترین کتاباشو به او هدیه کرد، یعنی بهش ایراد گرفته بود. ولی وقتی که صحبت پرویز شاپور میشه، دو تا حالا اسم اصلی که فروغ به یاد میاد به خاطر اینکه فروغ یه بار ازدواج کرد اونم با پرویز شاپور، ولی بعد از او اسم کامیار، چهره کامیار میاد جلو که متاسفانه در همین فاصله یه سال فوت شد فرزند این دو نفر، و بعد عمران صلاحی. عمران صلاحی واقعا پیگیر شاپور بود، هم از نظر فیزیکی، یعنی هم به صورت تر خشکش میکرد آخر سر، و هم از نظر فکری تعقیب کردن کاراش که باید چاپ بشه، اینا بود که متاسفانه او هم الان نیست. بریم بیقانون رو ببینیم. بعدم میشه که فقط میتونیم همین رو ببینیم. نه شما مطلب آخر در حقیقت بگیم. توی چیز توی هفته گذشته طنزنویسا اصلا بدون سوژه نموندن. اول که خب سوژه وزیر بهداشت بود در هر دو تا روایت، و بعدم که آقای ولایتی اومد که دیگه آقای ولایتی گفتن که یمنی ها به جای لباس لنگ میپوشند و نان خشک میخورند، ایرانی ها هم یاد بگیرن. واقعا حالا من نمیدونم انگیزه شد چی بوده این حرف رو زدن. از خبرگزاری داخلی فیلمی ساخته بود
و اونجا این موضوع رو باز کرده بود، روزنامه هم بعضی کافی برداختن. همین بیقانون هم میگه، از قول مردم میگه که از شما چه پنهون، سعدآباد هم زندگی نمی کنن و 37 تا شغل هم ندارن. یعنی همون مردمی که لونگ بیت میشن. روی این ماجرای 37 تا شغل آقای ولایتی هم یعنی دیگه عالم بله. آدم انتقاداتی کردن دیگه. اطلاعاتی هم که برش دادن، یعنی توضیح هم که ایشون داد به نظر میرسه خیلی ها رو قانع نکرد. شهرام شهیدی در همین باره طنزی نوشته بود، شروع اینطوری میشد، یا آقای اومده دم در میخواد استخدام بشه، مدیره میگه ما که تقاضا استخدام کسی رو نرده بودیم، میگه من بهش گفتم، اما میگه مهم نیست باید استخدام بشه، میگه حتی شده لونگ بپوشه، نون خوش بخوره، باید زندگیشو پیش ببره. میگه خب ما که کاری نداریم بهش بدیم، برو بگو تو این همه خونه بیکار هستند و خونه نشین، فعلا برد جیب بخوره. میگه آقا میگم قبول نمیکنه. خلاصه میگه خلاصه سمجه بهش بگو بره فردا ساعت 8 صبح بیاد، و بلکه بالاخره کاری کردیم. خلاصه میاد 8 صبح اونجاست، میگه بهشون گفتم فردا 8 صبح بیاد، میگه نمیشه، فقط ساعت 2 تا 3 روزای فرد کار میکنه. کسی که اومده اصرار داره استخدامش کنه. میگه خب چرا؟ میگه که چون در 37 سمت و شغل دیگه هم مشغول فعالیته، بقیه روزای هفته هم به اونجا سر میزنه، فرصت نمیکنه سرشو بخارنه. میگه این که اینقدر آدم مهم پرکاریه، چرا میخواد جای دیگری استخدام بشه؟ میگه این شغل رو میخواد که نامشو در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنه، ببره ثبت بکنه، و ماجرای عجیبی است، بذار از پنجره نگاه کنه مشتاق، و قصه ادامه پیدا میکنه. به هر حال معلوم است که منظورش قابل اعتماد. ممنون آقای بهنود و ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه‌های تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره برنامه‌های بی بی سی فارسی رو برای ما بنویسید. راه‌های تماس رو هم همین الان میتونید روی صفحه تلویزیون ببینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما و یا به آدرس توییتر BBC دیدبان بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده، شب و روزتون خوش.